سلام به خبر ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. اول سرخط خبرها. رد گزارش واشنگتن پست از سوی امارت اسلامی. واشنگتن پست ادعا کرده که افغانستان به مرکز هماهنگی مهم برای گروه داعش مبدل شده. واشنگتن پست راپورت به افغانستان که پشت عینی واقعیتون ولاړ نه ده. دا هغه راپورونه دي چې یوازې د خپل میل مطابق د میز تر شا لیکل کیږي. تأکید کابل بر تعامل جهان با افغانستان. امارت اسلامی میگوید کشورها برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست بهانه جویی میکند. روز به روز رابط بهبود پیدا میکنه ولی روانش بدی است. ما تلاش میکنیم که سرعت پیدا کنیم. نگرانی از رکود هنرهای حکاکی و نقاشی. هنرمندان میگویند بی توجهی به هنرهای حکاکی و نقاشی این هنرها را در آستانه نابودی قرار داده. هنر حکاکی را هیچ کس به یاد نداره، حتی زیادتر کسا معلومات نداره که هنر منشایش کجا است و چرا این کار میشه، ولی یک باستاپ بسیار عالی در کشورهای خارجی داره. و شکایت شهروندان پاکستان از اوضاع بد اقتصادی. آنان میگویند قیمت مواد غذایی، لباس و سایر اجناس مورد نیازشان چندین برابر شده. شب شما بخیر، من شمس همانی هستم. واشنگتن پست ادعا کرده که افغانستان به مرکز هماهنگی مهم برای گروه داعش مبدل شده. بر بنیاد اطلاعات پنتاگون که به واشنگتن پست رسیده، گروه داعش تلاش میکند تا بر سفارتخانه ها، مرکزهای بازرگانی و محلهای مسابقات جهانی فوتبال حمله هایی را طرح‌ریزی کنند. اما امارت اسلامی میگوید که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و گزارش پخش شده از سوی واشنگتن پست بر بنیاد واقعیت ها نیست. بر بنیاد اطلاعات مخفی پنتاگون که به دسترس واشنگتن پست قرار گرفته است، پس از خروج نیروهای آمریکایی از کشور، افغانستان به یک مرکز هماهنگی مهم برای گروه داعش مبدل شده است. واشنگتن پست افزوده است که گروه داعش تلاش میکند تا سفارتخانه ها، کلیساها، مرکزهای تجاری و محلهای مسابقات جام جهانی فوتبال را هدف قرار دهد. اما امارت اسلامی در واکنش به این گزارش واشنگتن پست میگوید که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و این گروه در افغانستان سرکوب شده است. دی واشنگتن پست راپور په افغانستان که پشت عینی واقعیتونو ولاړ نه دی. دا هغه راپورونه دي چې یوازې د خپل میل مطابق د میز تر شا لیکل کیږي. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې داعش فیزیکی حضور نه لري لکه څنګه چې د اشغال په وخت کې درلود. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که گروه داعش باید در کشور به گونه کامل سرکوب شود. حضور و فعالیت روزافزون این نیروها در داخل افغانستان که به خاطر رسیدن به اهداف نهاییشان، به خاطر رسیدن به کشورهای همسایه ما و خصوصا آسیای مرکزی می باشد، باعث بی‌ثباتی و ناامنی نه تنها در افغانستان شده بلکه کشورهای منطقه را هم بی‌ثبات خواهد ساخت. در مذهب اسلامی مد تیر تقریبا یویش میاشت حکومت آلو خودو چی نه یوازې د افغانستان دننه دسې خاص امنیتي تهدید چی د سیمې او د افغانستان منافع او ګواښي نشته، بلکې په سیمه ییزه کچه هم د افغانستان خاوره د دوهی د هوکړې او د افغاني ثبات د دکترونو پر اساس باندې د هیڅ هیواد پر خلاف نه ده کړدلی. این گزارش در حال پخش شده است که حکومت سرپرست در ماه‌های پسین عملیات‌های گوناگون را در برابر گروه داعش در کشور انجام داده است و در این عملیات‌ها چندین فرد کلیدی داعش کشته شدند. کابل میگوید که خواهان تعامل مثبت با جهان است، اما کشورها برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست بهانه جویی میکند. سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که برسمیت شناسی حکومت سرپرست به سود کشورها و جهان، به سود کشور و جهان خواهد بود. با این همه برخی از آگاهان مسائل سیاسی علت برسمیت نشناختن امارت اسلامی را از سوی جهان برآورده نشدن خواستهای دو طرف میدانند. نزدیک به 2 سال از عمر امارت اسلامی در کشور میگذرد، اما تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده است که حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسد. مسئله یکی که برای افغانستان و جهان چالش برانگیز شده است. اکنون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که کابل خواهان داشتن تعامل خوب با جهان است، اما جهان برای به رسمیت شناسی حکومت سرپرست بهانه جویی میکند.
بانه ای هست. بعضی بانه ها که برداشته شود دیگر رم بانه کرده میتونن. مثلا سال گذشته ما مشکلات را در ابتدا نداشتیم. مکاتب هم بود و چیزهایی که یالی به اصطلاح با طبیق افتاده همه فعال بودن. مگه برسم شناختن درک نداشت. شورا بانه میکنن بهتر از پالیسی های خود در این مورد ترمیم کنن. با باور آقای مجاهد، هرچند تا اکنون امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده است، اما پیشرفت های خوبه در این زمینه به بار آمدند. روز به روز رابط بهبود پیدا میکنه، ولی روانش بطی است. ما تلاش میکنیم که سرعت پیدا بود. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که برآورده نشدن خواستهای جهان و امارت اسلامی سبب شدند تا حکومت سرپرست به رسمیت شناخته نشود. امروز هم که حاکمیت با مشکلات مواجه است، عدم تطمیع حاکمیت به خواسته های کشورهای همسایه و فرامنطقوی در تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری است. با این وضعیت اوزار امارت اسلامی برای خودشان پیچیده کردن و اون چرا که انتظار دارن فکر نکنه با این وضعیت به دست بیاره. این در حال است که قرار است به روزهای اول و دوم ماه می نشست دوحه درباره افغانستان به رهبری سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود و در این نشست درباره برسمت شناسی حکومت سرپرست نیز گفتگو خواهد شد. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان بخشی از پیام ایدی رهبر امارت اسلامی را ستوده است. به باور آقای خلیلزاد، بسیار از عالمان دین تصمیم امارت اسلامی را درباره ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار توجیه ناپذیر می دانند. این در حال است که پیش از این رهبر امارت اسلامی در یک نوار شنیداری گفته بود که اگر احکام او بر بنیاد قوانین اسلامی نباشد از آن اطاعت نشود. فرستاده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان از بخشی از پیام ایدی رهبر امارت اسلامی استقبال کرده است. زلمه خلیلزاد در توییت درباره ممنوعیت آموزش و کار زنان نوشته است که بسیاری از عالمان دین با ممنوعیت دختران و زنان از حق آموزش و کار موافق نیستند. رهبر طالبان در خطبه عید گفت که اگر هر یک از تصمیمات او اسلامی نباشد نباید اجرا شود. این عالی است. در اینجا دو مورد وجود دارد: اجازه ندادن دختران به مکتب ها و دانشگاه ها و اجازه ندادن زنان به کار. از سوی هم شماری از عالمان دین میگویند که آموزش علوم عصری برای بانوان یک نیاز است. رسول مقبول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که طلب العلم فریضه علی کل مسلم. آموختن علم بر بالای هر مسلمان فرض است. ما اگر زن را واقعا مسلمان می دانیم، آموختن علم بر بالای از او هم فرض است. دین نوبین اسلام مرد و زن مسلمان مکلف با آموختن علم کرده. چه قسمی که آموختن علم بر بالای مردها ضروری لازم است و می قسم آموختن علم بر بالای زنها هم ضروری لازم است. با این حال شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که اگر ممنوعیت زنان و دختران از کار و آموزش ادامه یابد، این مسئله سبب ایجاد فاصله میان مردم و امارت اسلامی خواهد شد. دی لړی په خپل یو سیاسي رنگ اخیسته. نو اوس وکمن دولت باید کوشش وکړي چې څنګه دغه د سیاسي رنگ د دې لړۍ نه لري کی او نور پرې نګدي چې د افغان خورګان او لورګان چې د څو لسیزي د هر تحول قربانی ګرځیدل دي نور و نه ګرځيږي. فکر نکنو کې امارت اسلامي که ظالم باشه که سر ملت خود فشار بیاره سر خارجه که اونا اینا را به رسمیت بشناسه. ای هیڅ باجګری از ملت میشه و ملت اگه خدا نخواسته ای راز بفهمه و عقب داشته باشه طبیعی است که ملت دور میشه از واتانا ایجاد میشه بین ملت و دولت. پیش از این رهبر امارت اسلامی در یک پیام شنیداری گفته است که اگر احکام او مخالف شریعت و دین اسلام باشد نباید اجرا شوند. اما در این پیام شنیداری رهبر امارت اسلامی درباره حق آموزش و کار بانوان هیچ اشاره‌ای نکرده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید که کار بازنگری نصاب تحصیلی تا 50% به پیش رفته. رئیس ریاست نصاب آموزش تحصیلات عالی می افزاید که تا اکنون بیش از 80 نصاب تحصیلی که بخش های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های گوناگون را در بر می گیرد نهایی شده. هرچند نزدیک به 2 سال می شود که کار بازنگری نصاب تحصیلی نهایی نشده است، اما اکنون وزارت تحصیلات عالی می گوید که کار بازنگری نصاب تحصیلی تا 50% به پیش رفته است. به گفته عبدالرؤوف فراهی کار بازنگری 50% برجامانده نیز به شدت جریان دارد.
یو سلوش پترش دی په هو کې تقریبا اویان تراتیا پوری کار سوی دی او اویان تراتیا پوری پات دی هغه ان شاء الله چې آینده کې موږ پلان دا چې اول کوم رشتي چې نه دی تجدید سوی یعنی بازنګری نه تر سره سوی اول هغه بازنګری کو بیا په مجموع کې بیرته هغه څلور کلنه دوره چې پوره کیږي در نصاب بیرته لسره هغه دورانیه را شروع کیږي او په دوبن بیا کار کیږي. ریاست نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی آمار می دهد که بیش از 80 نصاب تحصیلی با شمول کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های گوناگون نیز بازنگری خواهند شد. در نصابو اگر نویت په کتو سره کله مزامینو کې تغییر راځي او کله په مفرداتو کې تغییر راځي داسې تغییر نه راځي چې هغه یو مخ هغه نصاب بالکل لمنځه لاړ شي او بل دې په ځای راشي. از سوی هم برخی از استادان دانشگاه و دانشجویان میگویند که نصاب تحصیلی باید بر بنیاد معیارهای جهانی بازنگری شود. این بازنگری باید و دور از ملحوظات سیاسی و با پابندی و التزام به معیارها و استانداردهای اکادمیک و نیازهای جامعه صورت بگیرد. در افغانستان فقط هم یک سیستم سابقه است و نمیره استازان میان درس را در میرن شاگرد در مفکوری سابقه خود باقی میمانه و از چیزا و تغییرات آینده که در جهان رخ میده از او خبر نمی باشن. این گفته های وزارت تحصیلات عالی درباره بازنگری نصاب تحصیلی در حالی است که هنوز سرنوشت دختران دانشجو همچنان ناروشن برجا ماندند. ادامه خبر ده تا لحظات دیگر. به ادامه خبر ده خوش آمدید. کم توجهی به هنرهای حکاکی و نقاشی برخی از هنرمندان را در کشور نگران ساخته. آنان میگویند که در اوضاع کنونی برخی از هنرمندان کشور را ترک کرده اند و آن شمار دیگر از هنرمندان که در کشور مانده اند با چالش های فراوانی روبرو هستند. آنان میگویند که اگر در این عرصه توجه نشود هنرهای نقاشی و حکاکی در کشور نابود خواهند شد. با کندن روی این چوب های خشک نقش های زیبا می آفریند. فروزان که آموزگار هنر حکاکی است بیم دارد که نقش آفرینی هایش دیر دوام نیاورد و این هنر روز به روز به باد فراموشی سپرده شود. هنر حکاکی را هیچ کس به یاد نداره، حتی زیادتر کسا معلومات نداره که هنر منشایش کجا است و چرا این کار میشه، ولی یک باستاب بسیار عالی در کشورهای خارجی داره. ما کشور هستیم، کشور بسیار هنرپرور هستیم، کشور هستیم که هنرهای خیلی زیاد داریم. از اون لحاظ میتونیم از این هنرهایی بگویم که دختر خانم‌ها را میتونه از این شکل استعداد خود بروز بتونه. هنر نقاشی نیز با سرنوشت مشابه حکاکی روبرو است. نقاشان کشور نیز از کم توجهی به این هنر شکایت دارند و میگویند که اگر در این باره کار نشود شاید هنر نقاشی در آستانه نابودی قرار بگیرد. خود هنر هویت یک کشور نشان میده، تاریخ یک کشور نشان میده. ما مثلا اگر امروز تاریخ میخوانیم و میفهمیم از روی نمی هنر است. با پیشرفت هنر نقاشی و طراحی برای امی بخش خانوما بسیار مهمه باشه و ما میتونیم امی یک روش بسیار خلاقانه برای بیان درونیات ما میباشه. خدمت هنر حکاکی در کشور به بیش از 1000 ساله دارد و به عصر تیموریان برمیگردد. این هنر طرفداران فراوان را در سراسر جهان و افغانستان دارد. همزمان با روز جهانی کتاب برخی از شهروندان از کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در کشور سخن میزنند. 23 ماه اپریل روز جهانی کتاب نامگذاری شده است. همزمان با این روز شماری از علاقمندان کتاب میگویند که چالش های اقتصادی و کارگیری بیشتر جوانان از شبکه های اجتماعی سطح مطالعه را در کشور پایین آورده است. مردم زیاد به تلفن و زیاد به سوشال میدیا یا همین فیسبوک چیزا علاقه دارن، اما به کتابخانی خیلی علاقه کم شده و مشکل که امروز اکثر مردم ما کار ندارن یا بیروزگار هستن بیسوادی است. فعلا در افغانستان در شرایطی که ما هستیم جوانان و تماما مردم قدر به کتابخانی و اینا اهمیت نمیتن و از امارات اسلامی خواهش مهمی است که برای جوانان زمینای نمایشگاه ها و کنونه را برابر کنند تا کتابخانی و مطالعه بیشتر شود. در همین حال برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حضور مردم در کتاب فروشی ها کمرنگ شده است. در افغانستان فرهنگ کتاب و کتابخانی به پایین ترین فیصدی خود قرار داره، پس به این اساس ما توقع ما از امامدارای امور و از مردم مایی است که به کتاب و فرهنگ کتابخانی و به مطالعه توجه بکنند.
شماری از باشندگان پایتخت از امارت اسلامی میخواهند برای رشد فرهنگ کتابخانی کاری انجام بدهد. امارت اسلامی چدی موږ دا خواهش ته دا هغه ده چې دوی کتابخانی موږ ته هغه کې کتابونه راته خلاص کړي او بې مطالعې پرته موږ هیڅ وخت نه ترقی کولای شو نه مخته ځو. مطالعه دیگه بسیار چیز خوب است، باید ما هر کدام ما در حصه مطالعه خوشحال باشیم، بخوانیم. روز جهانی کتاب هر سال در 23 ماه اپریل برگزار می شود و این روز از سوی یونسکو نامگذاری شده است. تا لحظات دیگر برمی گردیم. دوباره خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در یک سال پسین نزدیک به 200 میلیون دلار صادرات و واردات از راه های دهلیز هوایی انجام شده. به گفته این وزارت بیشتر صادرات و واردات به هند، چین، امارات متحده عربی و امریکا انجام شده. در همین حال برخی از بازرگانان میگویند که برای رقابت در بازارهای جهانی نیاز است تا صادرات بیشتر از طریق دهلیزهای هوایی انجام شود. وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در سال 1401 هجری خورشیدی به ارزش 189 میلیون دلار داد و ستد از طریق دهلیزهای هوایی انجام شده است که از این میان 74 میلیون دلار آن را صادرات تشکیل می‌دهد. 74 میلیون دلار آن صادرات و 115 میلیون آن را واردات تشکیل می‌دهد. بیشترین صادرات به کشورهای هند، چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، امریکا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، انگلستان و ترکیه است. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که بیشتر میوه خشک و تازه از طریق دهلیزهای هوایی به بیرون از کشور صادر می شود و باید سهولت ها به بازرگانان فراهم شود. دهلیز هوایی و انتقالات هوایی واقعا در اقتصاد در تمام دنیا اولویت فوق العاده داره و خصوصا امی اموالی که زود فاسد میشه و او اموالی که زود باید به مارکت برسه و یا لحاظ حجمش کم باشه در تمام دنیا از طریق یارلینا و از طریق کوریدور هوایی انتقال داده میشه. از سوی هم شمار از بازرگانان به این باور هستند که صادرات از راه دهلیزهای هوایی در افزایش صادرات و رقابت کالاهای افغانستان با بازارهای جهانی نقش مهم دارد. موږ د امارت اسلامي نه هم دا خواهش او هیله کو تر څو دغه زمینه مساعد کی تر څو موږ خارجي مارکیټونو ته خپل د افغانستان صادرات په خپل وخت زمان ورسو، لکه زموږ قیمتي ډبرې دي یا جلغوزي دي، زعفران دي، دغه سه نور اجناس ته چې موږ کولای شو خارجي مارکیټونو ته وخت زمان سره ورسو. از طریق د اهلي زاوی سهولت آن توسط حکومت فعلی ما و ارگانهای بین المللی ایجاد گردد تا بتوانیم سطح صادرات را افزایش بدیم و در بازارهای بین المللی محصول خود را به نمایش بگذاریم. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری در سال 1400 هجری خورشیدی 5000 تن جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به بیرون از کشور صادر شده است. مسئولان محلی بامیان میگویند که به هدف انکشاف صنعت گردشگری و پذیرایی از گردشگران امنیت شهرهای این ولایت را تأمین کرده اند و امکانات بیشتر برای گردشگران فراهم میکند. مسئولان محلی بامیان میگویند که به منظور گسترش صنعت گردشگری و جذب بیشتر گردشگران امنیت شهرهای این ولایت را تقویت کرده و تسهیلات بیشتری را برای گردشگران فراهم کرده اند. امنیت تامین مکمل امادگی گرفته و تمام وطلا و چیزا را هدایت دادیم که باید هیچ کس حق نداره که از مردم مسافرین که می آید قیمتی خوراک یا قیمتی بردباش زیاد گرفته شود. الحمدلله ما هیچ موردی، هیچ قضیه، یک جنایت، یک چیزی که نگران بودیم یا باشیم نداشتیم. همراه کسایی که ساحه پارک ملی بندی امیر را به قرارداد گرفته بودند جلسه داشتیم و بحث و گفتگو کردیم و آنها را تشویق کردیم تا ارائه خدمات خوبتر و بهتر را خصوصاً در ساحه پارک ملی بندی امیر برای هموطنان ما آنها به عرضه برسانند. در همین حال شماری از گردشگران و باشندگان بامیان از مسئولان حکومت سرپرست می خواهند که به هدف جلوگیری از تخریب مکانهای تفریحی جاده ها و مکانهای گردشی را که در حال تخریب هستند بازسازی کنند. اگر توریسم و گردشگری در بامیان رشد بکند، زمین ساز کار و درآمد و اشتغال زایی برای مردم محل میشه. سرک به بند امیر هست که به حدود
بعد 27 کیلومتر تقریبا خامه هست، سالهاست پختنه میشه که در فصل بهار و تابستان روزانه به صدها موتر رفت آمد میکنم. از دایکندی بامیان آمدیم. بامیان یک شهر زیبا و دیدنی است، اما در بخش گردشگری مشکلاتی وجود دارد که مورد توجه مسئولین قرار بگیرند. صنعت گردشگری پس از زراعت و مالداری یک بخش مهم عایدات باشندگان بامیان را تامین می کند. بر بنیاد آمارها، سال گذشته بیش از 100 هزار گردشگر به شمول گردشگران خارجی از جاذبه های بامیان دیدن کردند. تا لحظات دیگر برمی گردیم. یک بار دیگر خوش آمدید. شهروندان پاکستان از افزایش مشکلات اقتصادی در کشورشان شکایت دارند. آنان میگویند که قیمت مواد غذایی، لباس و سایر اجناس مورد نیازشان چندین برابر شده. در حالی که پاکستان با بی‌ثباتی های سیاسی و اقتصادی گسترده روبرو است، بار دیگر شهروندان این کشور از افزایش مشکلات اقتصادی در کشورشان شکایت دارند. آنان میگویند که ارزش پول کشورشان در برابر دلار به گونه گسترده کاهش یافته است. بها زیاده که هم قیمت اجناس بسیار قیمت تر از قبل شدند. ما قبلا با پول کم مقدار زیاد اجناس مورد ضرورت ما را خریداری می کردیم، اما اکنون نمی توانیم این کار را انجام دهیم. چیزی را که قبلا 100 روپیه می خریدیم اکنون به قیمت 300 روپیه یا بالاتر از آن فروخته می شود. شهروندان پاکستان می گویند که قیمت مواد غذایی، لباس و سایر اجناس مورد نیازشان چندین برابر شده است. بلیت بود زیاده منگاییه. قیمت ها بسیار زیاد بلند رفته است. شما باورتان نشود، اما ما 2 ساعت است که در بازار هستیم و تا به حال چیز خریداری نکرده ایم. قیمت همه چیز 2 برابر و 3 برابر شده است. این در حال است که مقام های پاکستان در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول برای دریافت بسیه کمکی 1.1 میلیارد دلاری بوده و تلاش دارند تا کشورشان را از باران های شدید اقتصادی نجات دهند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آمار جان باختگان رانش زمین در گذرگاه مرزی ترخم به 8 تن افزایش یافته. بر بنیاد این گزارش 5 تن از این جان باختگان شهروندان افغانستان هستند. گذرگاه مرزی ترخم یک مسیر تجاری کلیدی بین پاکستان و افغانستان و محل است که لغزش کوهر از گاه این گذرگاه را در مناطق کوهستانی مسدود میکند. همینجا رسیدیم به پایان خبر دست. همراهی شما سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار.